سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به ویدیو دیگه. مهراد هستم و از کانال یاربورس در خدمتتونم. دوستان، تو این ویدیو قصد داریم ارز کاردانو رو تحلیل کنیم و ببینیم وضعیتش از چه قراره. پس اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین یا واسه اولین باره که دارین ویدیوهای منو میبینین، لطف کنین حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا هر روز که تحلیل ارز کاردانو رو منتشر میکنم شما ازش مطلع بشین و بتونین سریعا ویدیوشو ببینین. خیلی خب، بریم سراغ تحلیل ارز کاردانو و ببینیم وضعیتش از چه قراره. توی چند تا ویدیوی قبلی که ما داشتیم من به این نکته اشاره کردم که کاردانو روی 2 دلار و 2 سنت تا 2 دلار یه حمایتی داره که در حال حاضرم تقریبا میشه گفت روی همین حمایت قرار گرفته. حدود 1.5% با این حمایتش فاصله داره. حمایت بعدی که واسه این ارز مشخص کرده بودیم روی 1.90 دلار بود. ببینید، هر وقت این ارز اومده وارد این محدوده بنفش رنگ شده، توی یه نقطه ای از این محدوده ازش حمایت شده و قیمتش رفته بالا و پایین ترین نقطه این منطقه روی 1.90 دلار میشه. و من خودم به شخصه اگه ببینم کندلای حمایتی داره شکل میگیره داخل این محدوده، بهش ورود میکنم بدون ترس. البته من خریدام همیشه پله ایه. خیلی خب، پس گفتیم اولین حمایت روی 2 دلار، دومین حمایت روی 1.90 دلار. ولی همیشه یه حمایت سومی هم که تو بدترین شرایط میتونیم در نظر بگیریم مشخص میکنم که اون حمایت روی 1.80 دلار روی لاین 38% فیبوناچی که از قیمت فعلی حدود 10% 11% فاصله قیمتی داره. پس اگه قصد ورود به این ارزو دارین، ببینین اولین حمایت میشه حدود 1.5% پایین تر، دومین حمایت میشه حدود 5-6% پایین تر و سومین حمایتش که روی 1.80 دلار میشه حدود 10-11% پایین تر. پس تو بدترین شرایط ما انتظار داریم تا 1.80 دلار بره، ولی هنوز قبل اون یه حمایت مهم داریم که روی 1.90 دلار. اینا در صورتیه که همین کندل بیاد حمایت 2 دلار رو بشکونه. اگه بخوایم بگیم در حال حاضر ارز واسه خرید مناسبه یا نه، نه اینطور نیستش. ببینید، این ارز با توجه به کندلی که من الان دارم میبینم، یک کندل قرمزیه که نسبت به 3 تا کندل قبلی خودش قدرتمندتر و داره قیمت رو میاره پایین. پس روی این کندل خرید مناسب نیستش، چون احتمال داره این کندل یا کندل بعدیش بتونن به راحتی حمایت 2 دلار رو بشکنن و وارد این محدوده بنفش رنگ بشن که در اون صورت حتما ویدیو راجبش میذاریم. پس اگه قصد خرید دارین روی این کندل نخریم. ببینید، ما 2 روز پیش روی 2 دلار گفتیم واسه خرید خوبه با این کندلای سبز، ولی اینجا نه، چون اگه قیمت ارز بیاد برخوردن بکنه با 2 دلار، تازه اون خریدارا سر به سر میشن. توی اون ویدیو هم گفته بودیم که حمایت بعدی ارز روی 1.90 دلار که با این لاین نزولی هم برخورد میکنه و عین این نقطه، ببینید، این کندل قرمز ازش حمایت میشه، یا اینکه اگه شرایطش خیلی وخیم باشه تا 1.80 دلار احتمال داره بیاد پایین، که ما اشاره کردیم حد ضرر نباید روی 1.80 دلار باشه، باید روی 1.78-77 دلار باشه که به محض تاچ شدن حمایت استابلاس شما فعال نشه. پس به طور کلی روی این کندلی که الان قرار داره مناسب خرید نیست. در چه صورتی میتونیم بخریم؟ ببینید، قیمت این ارز احتمالاً تا 2.02 دلار یا 2 دلار بیاد پایین. وقتی تا این قیمت اومد، بعدش شما کندل سبزی مشاهده کردین که از کندل قبلی خودش، حالا کندل قبلیش فرق نداره سبز باشه یا قرمز، از کندل قبلی خودش حجمش بیشتر باشه. ببینید، عین این کندل قرمزی که اینجا میبینید از کندل سبز قبلی خودش حجمش بیشتره. در اون صورت شما میتونین بگین این یه کندل حمایتیه و بهش ورود بکنین. حتی اگه کندل بعدیمونم این شرایطو داشت، یعنی یه کندل سبز تو این حجم بود، مثلا ببینید تو این کندل پنجم تو این حجم بود، بیاد کامل این کندل قرمز رو پوشش بده، میتونین بهش یه پله ورود بکنین. ببینید، بازم میگم یه پله، اصلا یه پله ریز. حالا در صورت که این صحبت ها درست در بیاد، قیمت ارز بخواد از روی همین 2 دلار و 2 سنت 2 دلار سودی داشته باشه،
ببینید مقاومت هایی که ما سر راهمون داریم، اولین مقاومتی که داریم روی 2.15 دلار. ببینید اینجا یه مقاومت استاتیک تشکیل داده، البته مقاومت خیلی قوی نیستش، ولی به هر حال این مقاومت اینجا شکل گرفته. روی 2.15 دلار گفتیم این مقاومت رو داره و حدود 5% 6% از قیمت فعلی فاصله داره. مقاومت بعدیمون روی 21 سنت، روی 2.21 دلار، که اینم زیاد مهم نیست. مقاومت اصلی که ما داریم یک روی 2.26 دلار که از قیمت فعلی حدود 10% فاصله داره، و مقاومت مهمتر از اون روی 2.35 دلار که توی صعود قبلیش با این مقاومت برخورد کرد و متاسفانه نتونست بشکونتش و حدود 15% از قیمت فعلی فاصله داره. پس این مقاومت هایی بود که در صورتی که بخواد ارز صعود بکنه بهش برخورد میکنین. ولی برفرض بگیریم که شما میخواین یه پله روی همین 2.02 دلار روی 2 دلار وارد بشین، اگه قیمت ارز از اون نقطه بخواد بریز و پایین تر بیاد تا 1.90 دلار گفتیم حدود 5% احتمال ضررتون هست. ولی اگه خرید پله ای داشته باشین، حالا 5% ضررم بخورین، نیازی نیست پله دوم وارد بشین، ولی اگه پله ای کار بکنین میتونین روی 1.90 دلار هم یه پله وارد بشین و ضررتون از 5% به 2% کاهش بدین و همینطور قیمت 1.80 دلار. در این صورت شما با اولین 5% که بگیریم وارد سود میشین. ببینید حتی اگه گفتم تا 1.80 دلار هم بیاد پایین و شما اینجا پله سوم هم بخواین ورود کنین، اینجا اگه یه 5% مثبت هم بده شما وارد سود میشین، چون خرید پله ای انجام دادین. خیلی خوب دوستان، ممنون که تا اینجا با ما بودین. بازم میگم اگه هنوز کانال من سابسکرایب نکردین یا واسه اولین بار دارین ویدیوهای منو میبینین، لطف کنین همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا، زیرش دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن وجود داره، روی اون گزینه کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم میکنید تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون یا ارز کاردانو رو منتشر کردم ازش مطلع بشین و بتونین سریعا ویدیوشو ببینید. فعلا شب و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.